أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول في أناته في غضبه. وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که امیر بیان، قرآن ناطق، محور حق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن: مردم هوشیار و بیدار باشین، تقوا رو حفظ کنید و خودتان را با تقوا از هر ضرر و آسیب محافظت و حراست کنید. الا فسونوها و تصونوا بها. در خطبه اول بر حسب سیره و سنتی که داشتیم، بحث اخلاقی با منظر قرآن و روایات تقدیم محضرتان میکنیم. به یمن ماه مبارک شعبان، مناسبت هایی که همه زیبا و دوست داشتنی است، در خطبه دوم به مناسبت های این ماه، فردا ولادت میوه دل آقای امام حسین حضرت علی اکبر علیه السلام است، و روز چهارشنبه نیمه ماه شعبان میلاد امید همه مستضعفین، طاووس بهشتیان، مولامان صاحب الزمان است. به این ها می پردازم. اون چرا که لازم می دانم در این موضوعات عرض می کنم، خیلی کوتاه، از زیارتم و از این توفیقی که نصیبم شد نکات را لازم می دانم عرض کنم. و مسائل جاری کشور، اوضاع اجتماعی از موضوعات است که در خطبه دوم با اونا هم اشاره خواهم کرد. اما بحث خطبه اول، یکی از موضوعات
جدی و اساسی و بنیادی در جامعه انسانی بحث دوستی و دشمنی است. یک حقیقت است که جهان از بدو خلقت تا امروز با این دو جریان مواجه است. در هر نقطه‌ای، در هر مقطعی که دشمنی ها زیاد بوده، بشر ضرر کرده. انسانیت به نابودی کشانده شده. نیروها، امکانات، سرمایه ها به هدر رفته. نتیجه دشمنی ها پشیمانی بوده، ندامت بوده، حسرت بوده. در هر برهه‌ای، در هر نقطه‌ای، در هر منطقه‌ای دوستی، محبت، همپذیری، عشق و انسانیت بیشتر بوده. نیروها، سرمایه گذاری ها، عزت، اقتدار، پیشرفت جلوه کرده. هر دو جریان، هر دو قضیه از قضایای واقعی است. ما به عنوان یک جامعه در کنار جوامع بشری، به عنوان یک نقطه زندگی، به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت و در زمانه که قرار داریم، عصر تکنولوژی، عصر ارتباطات، عصر پیشرفت، باید زمینه محبت و دوستی را با تجاربی که پشت سر گذاشتیم و با آگاهی‌هایی که داریم و با ارتباطی که لازم است فراهم کنیم، وظیفه داریم. حوزه علمیه، دانشگاه‌ها، نمازهای جمعه، مساجد، همه تربیتگاه‌ها، همه مأدبه‌ها، آحاد این ملت، حکومت و دولت و افراد، سمت و سوی حرکت اجتماعی من را بر محور و هدف محبت و دوستی تنظیم کنیم. از حرکت ها، از برنامه ها، از مشی و منش که افراد، جریان ها و جامعه را به سمت دشمنی حرکت می دهد و یا می کشاند و یا منجر به دشمنی می شود، از این سمت و سوها خودمان و مردممان را محافظت کنیم. حقیقت ماجرا و قضیه این است که این در اختیار ماست. این را ما می توانیم مدیریت کنیم. تأسی به رسول الله، تأسی به قرآن، تأسی به انبیا همین است. یکی از بهترین دستورات قرآن، فرامین قرآن این است که دشمنی ها را تبدیل به دوستی کنیم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، بسیار دستور صریح و جامع و همه جانب است. می فرماید برخورد زیبا با برخورد ناشایست در هر جهتی، در هر صحنه‌ای، در هر شرایطی. گاهی ما در فقریم، گاهی در ثروتیم، گاهی در غضبیم، گاهی در فرحیم، فرق نمی کنه. می فرماید که برخورد زیبا با برخورد زشت برابر نیست. ادفع بالتی هی احسن، همه برنامه ها، همه برخورد ها، همه صحنه ها را به زیبایی مدیریت کن. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه، کسی که بین تو و او دشمنی بود تبدیل شود به دوستی گرم و ماندگار. من در همین سفر، مثل سفرهایی که مشرف شدم عتبات،
یکی از جایی را که زیارت رفتم زیارت جناب حر ابن یزید ریاییه. میدونین حر از شهدایی است که در کربلا در کنار آقای امام حسین به شهادت میرسه و بدن حر الان شما برین 6 کیلومتر از قبر آقای امام حسین فاصله داره زیارتگاه حر. خب معمولا عاشقان حرم آقای امام حسین وقتی میرن کربلا یکی از جایی را که زیارت میکنن قبر جناب حره. من یک غروبی بعد از نماز قبل از نماز مغرب و عشا به نیت قبر جناب حر رفتم اونجا نماز جماعت خوندم زیارت کردم برگشتم. خب میدونین حر در رأس یک لشکر 1000 نفری اولین کسانی بود که راه را بر امام حسین بستن. تاریخش لازم نیست و شرایط ایجاب نمیکنه من مطرح بکنم. حضرت با یک برخورد زیبا با یک مدیریت مندگار کار را طوری مدیریت کرد که حر بعد از چند روزی آمد از بین 30,000 نیرو مسیر حرکتش مشخص کرد. اتفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. ما اگر حرفمان این است که بیاییم قرآن خوب بفهمیم، قرآن کتاب عمل است، باید دشمنی ها را تبدیل به دوستی کنیم. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن خیشاوندی به دوستی نیازمندتر است تا دوستی به خیشاوندی. در جوامع که ضرر کردن آسیب دیدن، جامعه ما در مقاطعی از تاریخ به این مسیر در حرکت بودن، الان هم بعضی از حرکت ها این گونه است. بر اساس خیشاوندی کار میکنیم، بر اساس خون، بر اساس روابط خونی قومی. ما به همه اینها احترام قائلیم. ولا تقل له ما اوف، به پدر مادر نباید اوف گفت. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. اما اگر پدر یا مادر انسان را در مقابل خدا قرار داد، علما هستند در جلسه، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در مقابل امر خدا نباید از امر مخلوق پیروی کرد. پیغمبر می فرماید خیشاوندی به دوستی نیازمند است، نه اینکه دوستی به خیشاوندی نیازمند باشد. فرایند حرکت باید اجتماعی باشه. پیامبر فرمودند جبرئیل مکرر بر من نازل شد بعد از پرستش بت و اوثان، چیزی را به اندازه دشمنی بین مردم به من گوشزد نکرد. یعنی بعد از بت پرستی بالاترین گناه این است که انسان در مسیر حرکتش باعث دشمنی ها شود. هر جیلی، هر نسلی که گرفتار این مهلکه و این آفت بوده خودش پاسخگو است. امروز شرایط جدید ایجاب میکنه دشمنی ها، کینه ها تبدیل شود به دوستی ها. باید خیلی با زیبایی، با دوراندیشی، با کلان فکر کردن جلب محبت کنیم، دلها را تسخیر کنیم، قلبها را به همدیگه نزدیک کنیم. جان انسانهای با کینه از همدیگه فاصله داره. قلب و روح و روان و باطن انسانهای به هم باور و به هم عقیده به هم نزدیک است. چه زیبا فرمود وجود نازنین رسول الله، اسرع المودات انقطاع مودات الاشرار. رشته دوستی های بدکاران زودتر از هر دوستی دیگر
گسیخته می شود و جدا می شود. ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان پیرو قرآن، ما به عنوان پیرو پیامبر مهربانی ها و خوبی ها شایسته ترین برای دوستی و محبت، و الا کشور آباد نمیشه، و الا اقتصاد سامان پیدا نمیکنه، و الا عزت نصیب ما نمیشه. تنها با اعتقاد به قرآن مشکل جامعه حل نمی شود. بیاییم فرمولهای قرآن را پیاده کنیم. بحث طولانی نکنم، خطبه دوم بیشتر باید مطالب را عرضه بدارم. با محوریت قرآن عرض می کنم: ان الله یحب المحسنین. خدا محسنین را دوست دارد، خدا متطهرین را دوست دارد، خدا متقین را دوست دارد، خدا صابرین را دوست دارد. ان الله یحب المتوکلین. خدا اونهایی را که بر خودش توکل کرده دوست دارد. ان الله یحب المقسطین. یکی از چیزهایی که جامعه را به شدت به هم دیگه مهربان میکنه عدالت است. در روایت داریم، خب هر زیبایی یک خلاصه منظر است. شما گاهی به آسمان نگاه میکنین، زیبایی را در ستارگان میبینین، در ماه و خورشید میبینین، گاهی به دشت ها، به خلاصه درخت ها، به چمنزار ها نگاه میکنین، گاهی به چهره زیبا، گاهی به صوت زیبا و تلاوت قرآن. در هر منظری از مناظر خلقت ما زیبایی را میبینیم. اما زیبایی حکومت ها به چیست؟ حکومت زیبا فرمود عدالت جلوه و زیبایی و نماد حکومت هاست. هر تاریخی که حکومت ها به سمت حرکت های کوچک و یک جانبه و ضعیف رفتن، نتیجه اش دشمنی ها بود، و نتیجه دشمنی ها اختلاف مردم و حاکمیت و سود بیگانه ها بود. در هر نقطه از دنیا و در هر برهه از تاریخ که حکومت ها دنبال عدالت و حرکت همگانی و منافع کلی بوده، ما دوستی ها را حس می کنیم. لذا مرزها امن‌تر می شود. کار و خدمت و دلسوزی در بستر کلان کشور و جامعه دیده می شود. ما امیدواریم در این برهه از تاریخ که جامعه ما به شدت آسیب پذیر است، نیازمند است، گرفتار است، با همدلی و با توکل و با اخلاص و با نصح و دلسوزی بتوانیم این مسیر را به قوت و قدرت انشاءالله پیدا کنیم و با دل دادن و اعتماد کردن به روشن فکران و به آگاهان جامعه اعتماد کنیم و این مسیر را بپیماییم. یکی از علائم خیر، علائم عزت این است که مردم به حرف آگاهان جامعه گوش بدهد. و من همینجا عرض می کنم، چه در داخل کشور و چه در بیرون کشور، با همه فراز و فرودها، با همه فراز و نشیبها، به این نقطه توجه کردم. ملت ما امروز دنبال انسانهای با عقیده، انسانهای صادق و انسانهای آگاه و دلسوز است، و این روند حرکت جامعه ما را انشاءالله بهتر از گذشته ها خواهد کرد. امیدواریم که همه دلسوزانه، مسئولانه در این مسیر گام برداریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلي ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه تنها نمازی که در قرآن با عبارت فسعوا الی ذکر الله معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. این نماز با سایر نمازها قابل مقایسه نیست. در روایات من به حج فقرا معرفی شده. عدم حضور بدون عذر در این نماز در روایات من به شدت نکوهش شده. شاید دلیل این عظمت و این بزرگی همان است که در این جایگاه و در این پایگاه همدلی ها، همفکری ها و حرکت های کلان بازگو می شود و به وجود می آید و حمایت می شود. فردا 11 ماه شعبان مصادف است با ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام. می دانین کربلا شهدایی از اصحاب به شهادت رسیدن و تعداد از شهدا از اهل بیت بودن. اون چی که معروف است 18 نفر از محارم حضرت زینب در کربلا به شهادت رسیدن، از امام حسین، ابوالفضل و برادرای ابوالفضل. حساب کنین تا فرزندان خود بی بی سلام الله علیها و از جمله فرزندان آقای امام حسین به شهادت رسید، یکی علی اکبر بود. اون چی که معروف است ایشان در سال 33، سال 61 آقای امام حسین کربلا به شهادت رسیدن، اول سال 61. در سال 33 علی اکبر به دنیا آمد. اون چی که تاریخ تایید میکنه در کربلا 27 ساله بوده. مادرش لیلاست و پدر بزرگوارشان آقای امام حسین. من زیاد معطلتان نکنم، خیلی شخصیت بزرگ است جناب علی اکبر. بزرگی شخصیت علی اکبر را از کجا بشناسیم و بفهمیم؟ من یک تکه عرض بکنم دیگه مطلب رو واگذار میکنم به فکر و اندیشه و خرد. خداوند در قرآن میفرماید در سوره مبارکه ابراهیم، و این تعد نعمت الله لا توسوها، اگر نعمت های خدا را بشمارین نمیتونین بشمارین. واقعا کدام نعمت ما میتونیم بشماریم؟ این همه زیبایی قابل شمارش نیست. اما در جای دیگه میفرماید با اینی که این نعمت ها قابل شمارش نیست، قل متاع الدنیا قلیل، اما دنیا با همه
بزرگی و اینه که قابل شمارش نیست بازم کوچیکه. اما وقتی اخلاق پیغمبر معرفی میکنه، پیغمبر در همین دنیا زندگی کرد، در همین دنیا مبعوث شد، میفرماید انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر اخلاقش خیلی بزرگ بود. حالا شخصیت حضرت علی اکبر اگر میخواییم بشناسیم، وقتی به دنیا آمد آقای امام حسین رفت سراغ نوزاد، چشماشو که باز کرد، امام حسین به یاد چشمای زیبای رسول الله افتاد. وقتی به پیشانی و صورت نگاه کرد، دید یه تابلوی کامل از چهره پیغمبر است. بعدها یه طفل شروع میکنه به صحبت کردن، خلاصه یواش یواش شروع میکنه به حرکات. آقای امام حسین میبینه تمام حرکات حرکات پیغمبر است. عظمت علی اکبر همین است که آقای امام حسین هر وقت یاد پیغمبر میفته، امام حسین 7 ساله است، کمتر از 7 ساله است پیغمبر از دنیا رفته، سال 11 هجری پیغمبر رحلت کرده، علی اکبر سال 33 هجری به دنیا آمده، 22 سال بعد از پیغمبر. اما امام حسین میفرماید هر وقت من عاشق دیدن پیغمبر میشدم، به تعبیر خودمون دلم تنگ میشد برای دیدن پیغمبر، صدا میزد علی اکبر بیا. و کننا اذا اشتقنا الى نبیه، خدایا ما هر وقت عاشق دیدن پیغمبرت میشدیم نظر نائلی به چهره علی اکبر نگاه میکردیم. میلاد این عزیز خدا و این تابلوی تمام نمای پیامبر از جهات مختلف بر محضر آقا و مولامان طاووس بهشتیان و همه شما عزیزان مبارک. ایدی ما انشاءالله امنیت کامل، رفع گرفتاری ها، عزت و اقتدار همه مسلمین مخصوصا ملت و مردم افغانستان باشد. نکته دوم، در آستانه نیمه شعبانیم. من عذرخواهی میکنم، خیلی برام این قضیه مهم است که درباره نیمه شعبان طور صحبت بکنم که بخش از رسالتم و از مسئولیتم را بتوانم ادا کرده باشم. دوستان عزیز، کسانی که مستقیما صحبت‌های بنده را میشنوند و کسانی که از طریق رسانه، ما از حضور همه رسانه‌ها، همکاران ملی و بخش خصوصی تشکر و قدردانی میکنیم که واقعا میآیند مطالبی را که در نماز جمعه با همه خلاصه دلسوزی طرح میشه به سمع و به خلاصه نظر مردم میرسانم. در رابطه با نیمه شعبان ولادت آقا وقتی صحبت میکنم، هدفم این است که همه دنیا، همه مسلمان ها، حتی همه انسانیت از این باور بیشتر بهره ببرن، چون به صلاحشون هست. آقا این شخصیتی که ما در آستانه ولادتش هستیم و الحمدلله الان حی و حاضره، ما با چشم نمیبینیم، اما من به عنوان کسی که در نماز جمعه با شما صحبت میکنم به این عقیده هستم، او آقا الان میبینه من چگونه صحبت میکنم به اذن خدا. ما به این عقیده هستیم قول الحجه یک لحظه اگر نباشه لساخت الارض به اهلها، زمین اهلش را فرو میبرد. نیمه شعبان مخصوص یک جریان نیست، اما خب الحمدلله بعضی ها به تلاش، به زحمت، به عشق و به معرفت چیزایی را درک کردن، امیدواریم اونها هم رشد کنن و دیگران هم برسن. من در رابطه با نیمه شعبان وقتی عرض میکنم هدفم همینه، با بیانی که انتخاب کردم. همه دوستان میشناسن جناب سلمان کیست. سلمان 250 سال عمر کرده، از اصحاب آقا رسول الله است. پیغمبر فرمود ان الجنت اعشق، بهشت عاشقتر است به سلمان از سلمان به بهشت. لذا پیغمبر فرمود نگین سلمان فارسی، بگین سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد.
خیلی مطالب داخل این روایت است. جناب سلمان میگوید من وارد شدم خدمت پیغمبر، یعنی رفتم آخر عمر سلمان پیامبر پیدا کرد، دیدم حسن و حسین در کنار جدشان هستند علیه مسلات و سلام، غذا میخورند. پیغمبر یه لقمه غذا دهان امام حسین میگذاره و یک لقمه غذا دهان امام حسن علیه مسلات و سلام. هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدن، فرمودن سلمان اینها را دوست داری؟ سوال کرد سلمان این دو نفر را دوست داری؟ گفتم یا رسول الله چگونه اونها را دوست نداشته باشم در حالی که موقعیت و جایگاهشان را نزد شما میبینم؟ شما این همه محبت دارین و این همه لطف دارین به امام حسن و امام حسین، مگه میشه من اینها را دوست نداشته باشم؟ رسول خدا فرمود ای سلمان، هر که آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. هر که اینا را دوست داشته باشد مرا دوست دارد. هر که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته. تا اینجا خب بالاخره شنیدین و مربوط نمیشه به نیمه شعبان. بعد دست مبارک خودش را دقت کنیم. ما معتقدیم عمل پیغمبر حجت است، حرف پیغمبر حجت است، اگر چیزی رو پیغمبر تایید بکنه حجت است. چرا؟ چون قرآن میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از هوا صحبت نمیکنه. سلمان دست خودش را بر شانه امام حسین گذاشت. این روایات باید بگیم در نمازهای جمعه، در تلویزیون، در رادیو، در سخنرانی ها، خود در این مناسبت نیمه شعبان که انشالله تجلیل بشه چی بگیم؟ چی بالاتر از این خلاصه پذیرایی؟ حضرت دست مبارکش گذاشت رو شانه امام حسین، فرمود به درستی که او امام، خودش امام، فرزند امام است. امیرالمومنین هم امام است. دقت کنیم اصل ماجرا اینجاست. و نه نفر از نسل او امامان نیکوکار و امنای معصوم هستند. حضرت فرمود نه نفر فرزندان امام حسین امامان معصومند. فرمود نهمین اونها مهدی صاحب الزمان است. برای که جوانای عزیز خیلی تلاش میکنن، زحمت میکشن، خیلی ها به من پیام دادن آقا امسال ما نیمه شعبان این برنامه را داریم، این طوری بالاخره برنامه ریزی کردیم، بسته فرهنگی به خانه ها بدیم، چطوری مجلس بگیریم برای که این عزیزان بیشتر استفاده کنن. من از منابع مختلف این روایت نقل کردم، از جمله بهار الانوار جلد 36 صفحه 293 حدیث 123 در منابع مختلف حالا عرض میکنم. اتفاقا منابع همه مسلمان ها، اهل سنت، اهل تشیع، حتی در ادیان غیر از اسلام در رابطه با آقا حرفایی است. من امروز تصمیم گرفتم فقط از آدرس سلمان آقا رو معرفی بکنم که آماده بشیم برای تجلیلی از نیمه شعبان. خود شعبان چی دعاهایی داره؟ مناجات شعبانیه، دعاهای ماه شعبان، مخصوصا اعمال شب نیمه شعبان، شب چهارشنبه شب نیمه شعبان آماده بشید. شب به عظمت این شب نداریم. برنامه ها شب نیمه شعبان تنظیم میشه و شب قدر قطعی میشه. اختیاردارش همون آقای است که نیمه شعبان به دنیا می آید. و شبهای قدر تنزل الملائکه و روح، ملائکه ها از آسمان می آید، محضری آقا می آید. دست کم نگیرید. والله اگر نشناسیم، اگر پیروی نکنیم، جز ضرر چیزی دیگری نیست. این دعایی که شما در نماز جمعه می خوانین یک افتخار است. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك.
بما اصلحت به انبیاءك و رسولك. جناب سلمان میفرماید جای دیگر پیامبر برای ما خطبه خوان. اون دفع روایت قبلی سلمان وارد شد خدمت پیغمبر، پیغمبر داشت غذا میخورد، حسنین علیه مسلات و سلام بودن. یه جای دیگه جناب سلمان میفرماید پیامبر برای ما خطبه خوان، فرمود ای مردم، مجبورم به بیان بگم که همه دوستان بهره ببرن، فرمود ای مردم من به زودی از میان شما میروم و به سوی عالم غیب رهسپار میگردم. درباره اطرت خودم شما را وصیت به نیکی می نمایم. از بدعت ها دوری جویید که هر بدعتی گمراهی است و گمراهی و اهل آن در آتش خواهد بود. ای مردم دقت کنین، هنگامی که خورشید ناپدید شد به ماه تمسک جویید. خورشید اگر نبود، خب روز که از خورشیده، روز که خورشید نیست شب چیه؟ ماه. و چون ما از نظر مخفی گردید به فرقدان تمسک نمایید. دو تا ستاره داریم به نام فرقدان، در ناحیه قطب شمال قرار داره. بعد فرمود وقت فرقدان ناپدید شدن به ستارگان روشن بعد از من تمسک کنید. این را میگویم و برای خود و شما از خدا طلب مغفرت می نمایم. سخنران ها باید متوجه باشند، سخنرانی کار هر کس نیست. پیغمبر به جناب خدمت شما رو چه ابوذر فرمود ما من خطیب الا عرضت له خطبته یوم القیامه. هر سخنران سخنرانیش روز قیامت بهش نشان داده میشه. اگر سخنران از خدا حرف بزنه همه مردم خدا را عبادت کرده، اگر سخنران از شیطان صحبت بکنه همه مردم به مسیر شیطان رفته. حالا پیغمبر فرمود اگر ما بود ما، اگر نبود سراغ، اگر خورشید بود خورشید، اگر نبود سراغ ما، اگر سراغ ما رفتین ما نبود فرقدان، اگر نبود بقیه ستارگان. جناب سلمان 250 سال عمر کرده، خیلی آگاه است، خیلی آدمی قوی است، نیرومند، اندیشمند است. سلمان میگوید پیغمبر از منبر پایین آمد، بقیه رفتن. آقایان علما هستن، رب حامل فقه الا من هو افقه و من. بعض وقت آدم یک حدیثی را به کسی میخونه، اونی که میشنوه خیلی دقت میکنه. بقیه رفتن، سلمان آمد سراغ پیامبر گفت یا رسول الله این نکاتی را که فرمودی مقدار باز کن، من از شما یه چیزی شنیدم خوب برام حل نشد. فرمود ای رسول خدا، شنیدم که میگویی اگر خورشید ناپدید شد به ما تمسک جویید، انگامی که ما مفقود شد به فرقدان تمسک نمایید. چون فرقدان از نظر مخفی شدن به ستارگان روشن تمسک کنید. مقصود از خورشید و ما و فرقدان و ستارگان نورانی چیست؟ چهار تا سوال قشنگ، خورشید، ما، فرقدان، ستارگان. قرآن هم میفرماید فسألو اهل الذکر، از آگاهان بپرسید. از پیغمبر توضیح خواست که منظور چیه. پیامبر فرمود خورشید من می باشم و ماه علی علیه السلام است که هرگاه مرا نیافتید به او تمسک جویید، اما فرقدان حسن و حسین علیه السلام هستند که وقت ماه را نیافتید، یعنی علی نبود، به آن تمسک جویید. و اما ستارگان نورانی نو امام از صلب حسین علیه السلام می باشد. جالب است، من همینقدر براتون بگم، هیچ کسی به اندازه امام زمان در بین اهل بیت صحبت ازش نشده. پیغمبر می فرماید اون ستارگان نو فرزند از فرزندان از صلب حسین است، نهمین آنها مهدی ایشان است. در سخنرانی قدیر، سخنرانی بی سابقه، 11 فراز داره، فراز نهم یا هشتم تردید الان از منه، وقتی صحبت میکنه یک فراز کلن، یک بخش سخنرانی قدیر در رابطه با آغاست. بخوانین
21 بار 22 بار پیغمبر از آقا یاد میکنه. ما در آستانه میلاد یک شخصیتی با این عظمتی. خب آدم کربلا میره حرم آقای امام حسین اونجا زیارت میکنه، نجف میره قبر آقا امیرالمومنین اونجا. اما دیگه امام زمان این تئوری نیست، امام زمان هر جا میتونه باشه. وقتی دعای ندبه میخوانیم میگین چی؟ اینه 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 کجایی کجایی اب رزوا در کوی رزوایی امزی تو. بیاییم از این فرصت استفاده کنیم. واقعا جشن بزرگی است. جالب است برنامه های عبادی، دعا، احیا، تلاوت قرآن، مخصوصا بحث و صحبت و مذاکره برای شناخت و برای آشنایی این شخصیت، صحبت ها و شبهات دشمنان آمدانه آگاهانه، این همه رسانه بیش از 3000 تلویزیون در دنیا فعاله. شما ببینین اکثرا در مقابل این باور قرار دارن. چرا؟ چون میدانن این حرکت دنیا را متحد میکنه. آقا وقتی این حرکت جهانی شود دنیا به هم نزدیک میشود. این جامع الکلمت علی التقوا، با صحبتش، با طرحش، با حکومت عدالت و جهانیش بر همه دسیسه ها و بر همه خیانت ها و بر همه ستم ها انشالله صفحه و نقطه پایان را می گذارد. ما امیدواریم که بشریت، جامعه اسلامی از این فرصت و از این باور برای نجات و سعادت و هدایت بیشتر استفاده بکند. انشالله با همدلی و همفکری و اخلاص و انشالله تلاش از میلاد آقا و مولای من طاووس بهشتیان بهتر و بیشتر از سالهای گذشته تجلیل کنیم و انشالله بهره ببریم. خدایا فرج اون عزیز معجل بگردان، حوائج اون آقا فوق رغبتشان بفرما. خدایا ما را در محوریت قرآن، در محوریت برنامه های اهل بیت، در محوریت انتظار به همدیگه نزدیکتر و مهربانتر بگردان. امنیت کشور ما کامل تأمین بگردان. نکاتی را میخواستم عرض بکنم که فرصت نشد. درباره مسائل اجتماعی در روزهای گذشته جمعی از مولوی ها، علما و مسئولین در مرکز در قندهار با شخصیت در رأس و در مرحله بالای حکومت و امارت اسلامی ملاقات کردند. مطالبی در این ملاقات گفته شده. ما انتظار داریم هم مسئولین و هم علما و بزرگان و دانشمندان اون چی را که باعث باز شدن و رفاه و پیشرفت برای جامعه افغانستان است گفتگو کرده باشند. از جمله موضوعاتی را که همیشه گفتیم و الان هم به جد دنبالش هستیم بحث تحصیل دختران ماست. باید زمینه تحصیل و زمینه پیشرفت برای زنان، برای دختران ما با تأمین و با در واقع آماده سازی همه استانداردهای علمی و اسلامی و شرعی فراهم شود و الا جامعه یقین داشته باشیم آسیب میبینه. خدایا همه مشکلات جامعه ما این مشکل را هم خودت با لطف و عنایتت، با فکر و با اندیشه صاحب بزرگان و مسئولین حل بگردان. انشالله فرج آقای ما مولای ما معجل باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.